در تورا فرموده مقرای قدش، مقرای قدش منظور یومتوم نیست، مقرای قدش حول موعد پسح و سوکوت. حول موعد چون مقرای قدش خونده شده، پس این حول موعد قدشای مخصوص داره و انسان وقتی واضح باشه که این قدوسیت حول موعد را نقض نکنه. نقض کردن این قدوسیت به چه طریقیه؟ که انسان مثل هفته لباس بپوشه، مثل هفته خوراک بخوره و مثل هفته کار بکنه، عیناً مثل هفته. این میشه نقض کردن قدوسیت حول موعد. و در مشنه به عبود چی گفته شده؟ هم حلر در معداد این حلق رنبا، هم بزده تا معداد، هم حلر در معداد، هم حلر هم بزده تا قدشیم، هم حلر در معداد کتی که معداد یعنی حول موعد را خار میکنه این حلق رنبا، تا این اندازه سخته این حلق رنبا. و بنابراین باید این واضح بود که در حول موعد هر کاری را مجاز ندونیم، مجاز ندونیم. خیلی کار هست که در حول موعد اصور هستن و باید به این توجه کرد. مثلا در حول موعد آیا زراعت مجازه؟ زراعت بگیم چون حول موعد نه شبات نه امتاب، پس بریم زراعت بکنیم، مجازه؟ اصوره. زراعت در حول موعد اصوره. همینطور درو کردن اینم بهتگه داره چی؟ اگر این برای لزوم خوراک حول موعد بیم تو باشه مجازه. مثلا ما میخواییم در باچه داریم سبزی، داریم سبزی خوردنی میخواییم بچینیم برای خوردن، مجازه. ولی همینطور اگر ما میوه میخواییم بچینیم برای خوردن، مجازه. ولی اگر میخواییم یه درخت داره پر لیمو پر مرکباته، میخواد تمام درخت این میاره بچینه، چون حالا ما وقت داره میخواد اینا وقت از وقت خود سرفجوی بکنه که دیگه لازم نباشه در روزای کار میکنه وقتش رو برای این صرف کنه. آیا مجازه؟ البته آسوره. این چیدن همه میوه ها برای چیه؟ برای چی؟ برای که میخواد از اینا استفاده کنه؟ نه، میخواد برای اینکه کار نداره، میخواد این وقت داره میخواد بچین، این کار اصوره. همینطورم به هر گونه کار زراعتی و فلاح همینطور مثلا اگر درختی حشره و میخواد این کود میخواد اینا را با انواع اقسام مواد شیمیایی یا طبیعی اینا را از بین ببره، این هم بحثی که داره چیه؟ اگر این درخت نابود میشه، اگر این سم پاشی نکنه نابود میشه، این درخت از بین میره، درخت میباد، این درخت میباد، میبینید هر سال سم پاشی نکنه از بین میره، در این موزاره، مجازه. ولی اگر میخواد این درخت سم پاشی بکنه، نه بخاطر اینکه حشره داره، بخاطر اینکه میخواد این درخت را بیشتر بارور میکنه، این اصوره. این کار این میشه کار فلاحت، کشاورزی اصوره. و همزه الاخر اون مطلب باغبان که میخواد این درخت را اون شاخه های زیادی را بکنه تا این درخت بیشتر روش کنه، این کار اصوره. پس هر کاری نمیشه در حول موعد. بعد انسان قوانین بدونه که چه مجازه چه اصوره. همیشه ما یک اصل داریم که اگر کاری نکنیم، اگر از خودداری از کاری ما به خاطر خودداری از کاری ما ضرر میکنیم، این کار برای ما مجازه. مثلا ما میوه داریم، میگیریم گوجه یعنی آلو شلیل، شلیل آلو، و میخواییم این خیلی هست 15 کیلو، اگر بمونه خراب میشه، ما میخواییم برای اینکه خراب نشه میخواییم مربع بکنیم، مجازه. چرا؟ چون
این کار برای چه؟ برای اینکه این میوه دست نره، از بین نره. همینطورم انواع اقسام کارهای مختلف برای جلوگیری از ضرر مجازه. مثلا در حیات افتاده، شکسته و دزدا میتونن به حسن داخل حیات بشن. ما میتونیم بریم متخصص بیاریم، حتی متخصص اسرائیل بیاد اینجا جوشکاری بکنه، بزنه، نصب کنه، در نصب کنه، در محکم بذاره و تا این دوزه نتونم. این همه کار مجازه. چرا؟ چون اگر این در همطور بازمانه دوزه میان و برای ما خیلی خسارت ایجاد میکنن. برای این کار درست کردن در، حتی اگر کار سه چهار ساعت کار داشته باشه، حتی متخصص اسرائیل ما میتونیم بیاریم و این کار برای ما انجام بده. و همینطور اگر یخچال خراب شده باشه، این ما میتونیم متخصص اسرائیل بیاریم یخچال رو درست کنه و این خوراکی خراب نمیشه. نبوده گاز خراب شده. اینها همین کارهایی که همیشه برای چیه؟ برای اینکه برای ما ضرر و زیان ایجاد نشه، برای هر برای این مجازه. و یک کاری که حقمیم اصول کردن موضوع لباس شویی در حول معایده. در حول معایده انسان اصوله که لباس بشوره. چرا؟ چون اگر مجاز باشه ممکنه که انسان بگه من برای چی حالا وقت ندارم به کار لباس بشورم، بذارم حول معایده، اون موقع میام لباس رو میشورم. و این شخص با لباس های کثیف و نامناسب برای یوم تو بیاد داخل یوم تو بشه، این احترام و عزت یوم تو نیست. برای خمیم اصول کردن لباس پوشیدن در حول معایده، اصول کردن که انسان هر کس در حول معایده بیاد با لباسش بپوشه، لباس تمیز داشته باشه و در یوم تو با لباس تمیز به استقبال یوم تو بره. ولی در مواردی هست که شستن لباس مجازه. مثلا اونایی که بچه کوچک دارن، دو ساله، سه ساله، اینا هر دو ساعتی بعد اینا لباس عوض کنن، میرن خود میمالن توی خاک و تو گل و توی گچ و های مرتب اینا خودش کثیف میکنن. خب این که نمیتونه انسان برای این قبل از یوم تو اینا رو بشوره. خب بشوره دو دست، سه دست، چهار دست، پنج دست، هر چی بشوره بازم کمه، بازم اینا کثیف میکنن. برای این بچه ها مجازه که در حال معایده انسان لباس بشوره. هر برای ده دست لباس آماده بکنه، بعد از سه روز چهار روز این دست همه خراب، این همه کثیف میشه این در حال معایده نشد. همینطورم امروزه ممکنه این نباشه، ولی در قدیم این بود که حوله دستون رو به حوله پارچه‌ای تمیز میکردن و اهل خانواده با مهمان ها پنجا برخه بودن. خب این پنجا برخه حوله میشه، حوله را این همطور با این حوله در عرض تمام یوم تو و حالا باید با این حوله دست خوش کرد. این چیه؟ بعد از دو روز آدم بحثی نشد. در این صورت این مجازه که ما این حوله را در حالا باید بشوریم. البته بعد قبل از حالا باید ما اندازه کافی حوله ما آماده بکنیم. و ولی اگر بابد این دیدیم که این حوله کثیف شده، میتونیم در حالا باید بشوریم. همینطورم اونهایی که در مقوه حوله میذارن، این حوله ها به چند علت مجازه. یکی این که این حوله را قبل از یوم تو شستن، تمیز کردن، ولی در یوم تو در حوله معید میان، باز میان اینا استفاده میکنن، استعمال میکنن، کثیف میشه. خب کثیف میشه چیکار کرد؟ بعد چیکار کرد؟ بعد شست. برای این شستن حوله ها در اون مقوه ها مجازه. یه علت دیگه هم هست، برای اینکه کار جماعتی مجازه. این کار جماعتیه، کار جماعتی در حول معایده مجازه. مثلا چی؟ مثلا شب شونه ربا جماعت میان و میخوان بشینن تورا بخونن، ولی به اندازه کافی نمکت نیست. ممکن میتونه که 5-6 سر پا بیستن. ما میتونیم نجار اسرائیل بیاریم
بارمان این سفت این نمکت هر دارد کنه جماعت که میان بزن روی مثلا روی سفسار روی نمکت و الاخر هر گونه کار جماعتی در علامات مجازه برابر این شستن این حالا در مقبه مجازه حالا کسی که خیلی عرق میکنه این لباسش اگر هرچی دوازده تا زیر پوشم آمده کنه این هر دوازده ساعتی باید عبد بکنه یعنی هر چهار تا دو تا در عرض هشت روز نه روز تقریبا 16-17 دست دست لباس کجا بیاره همه زیر پوش ولی در این شهر مجازه که در حال معید بشوره تمیز کنه چون قبل از معید حج بشوره کافی نیست یه موضوعی که پیش میاد این چیه؟ این موضوع شستن لکه لکه لباس توی انسان لباس شسته تمیز کرده ولی در حال معید این خیلی پیش میاد لکه آب گوش میفته روی پیراهن چکار کنه؟ تمیز بکنه از مجازه از سوره مجازه چرا؟ چون اولا اون گذرایی که همین اون حکمی که همین فرمودن که انسان اصوره که در حال معید لباس پوشه چرا؟ چون اگر مجاز باشه انسان با لباس کثیف میاد خب این شخص که لباسش شسته تمید کرده و منتاجی در حال معید یه لکه افتاده لباسش این صورت که این امکان این که با لباس کثیف بیاد در یوم تاب نیست و ثانیا این لکه را میشوره فقط لکه تمیز میشه ولی تمیل لباس هنوز تمون نشده تمیل لباس هنوز عرق داره عرق داره و این بعد این عمد بکنه برای این شوستن لکه در حلامه مجازه و اشکال نداره